خبرنگار ما مهسا مرتضوی در تورنتو با یکی از خانواده ها در تماس بوده. مهسا لطفاً برامون بیشتر از این تجمع بگو. تناز، همونطور که خودت گفتی من با یکی از خانواده های جانباختگان پرواز PS752 صحبت کردم. ساعت ها تجمع داشتن جلوی سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران. خانواده ها از راه های دور از شهرستان ها اومده بودن و در این تجمع شرکت کرده بودن، اما هیچ که از مسئولین حاضر نشدن که از ساختمون بیرون بیان و با این افراد صحبت بکنن. البته اینطوری که به من اطلاع داده شد از طرف حراست ساختمان اومدن و گفتن که اگر نماینده‌ای دارید بیاد داخل صحبت بکنه، که خانواده ها گفتن ما منتظر میمونیم تا کسی بیرون بیاد و با همه ما صحبت کنه، چون همه ما شرایط یکسانی داریم و نماینده‌ای نداریم، همه ما داغدار هستیم، که در نهایت هم کسی باشون صحبت نکرد. در این تجمع بیانیه‌ای تهیه شده بود در 8 بند که مهمترین اونها اعلام جرم برای 10 نفری که اسمشون هنوز مشخص نیست و گفتن اسمشون به شاکیان پرونده هستش، رفع منع تعقیب برای عاملین سرنگونی پرواز PS752 و در نهایت هم قرار گرفتن شواهد و مدارک در اختیار خانواده ها و وکلای اونها هستش، که تا به حال هیچ نوع مدرکی و در واقع پرونده‌ای در اختیار وکلا قرار نگرفته. حتی به صورت کتبی هم رد درخواست رو به این خانواده ها داده بودند. گفته شد که هر یک از این تلفن ها و تبلت هایی که در اون هواپیما بود خودش یک جعبه سیاه محسوب میشد، به خاطر اینکه اطلاعات خیلی زیادی توش بوده و این شواهد رو در واقع پاک کردن از صحنه و نذاشتن که به دست مقامات برسه و بتونن اونها رو بررسی بکنن. نفرات مسئولی که بعد این پرونده رو بررسی بکنن شواهد کافی رو از دست دادن و در نهایت هم این تجمع با قرائت و امضای بیانیه از طرف خانواده ها به پایان رسید. ممنونم از تو مهسا مرتضوی از تورنتو.